سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. کربلا دیگه منم قراره کمکتون بکنم. بیارم به سمت بالا اینا رو. کربلا اینا هول بدم به سمت بالا، کیش بکنم به سمت بالا. همینجاش خوبه؟ ای بابا اینا ای فرار میکنن. ای! رفت، برم بگیرمش. بعضیاشون از زیر دستت کربلایی فرار میکنن. دوستان برن سمت بچه‌هاشون که اون شیر نداره، اون شیر نداره، اون که پره پستونش. کربلایی اسم عروستون چی بود فرمودید؟ بله اسم عروستون رو گفتی چی بود؟ آقگل. آقگل چه اسم قشنگه. اسم عروستشون آقگله، یعنی گل سفید. بشتر گفتی اسم مادرش هم گله؟ مادرش هم اسمش سارگل. سارگل یعنی گل زرد اسم مادرشونه و اسم عروستشون آقگل یعنی گل سفیده. چه اسمای قشنگی، اسمشون برگرفته از طبیعت پیرامونشونه، دقیقا مثل نقش و نقوشی که روی گلیم ها و روی فرش ها و روی مفرش هاشون میبافند به همون شکل زیباست. این شیر انقدر پرچربه که حد و اندازه نداره، به خاطر اینکه علوفه‌ای که اینجا می‌خورن فوق العاده علوفه بی‌نظیریه و شیرشون خیلی پرچربه. اون سرشیری که صبح حاج خانم برای ما آماده کرده بود برای خوردن دقیقاً از همین شیر گرفته میشه و فرآورده خیلی زیادی دارن، پنیر خیکی یا همون پنیر مشکی و پنیرهای مختلف دیگه، سرشیر، خامه، کشک، دوغ، انقدر فرآورده‌های این شیرشون زیاده که باهاش کلیت صدای خوشمزه درست میکنن. وای خدا خسته شدم. آه شما خیلی بهتر بلدی. چقدر شیر میاد، من که میزدم نازک نازک میومد. این چقدر شیر داره. ببین چقدر شیر داره. البته همه شیر رو نمیدوشن ها، نصفشو میدوشن و نصفشو نگه میدارن برای بره ها. قانون برد برد اینجا رعایت میشه، هم بچه ها میبرن هم صاحبایت گله. سرشیری که صبح خوردم با اون خامه انقدر چرب بود و انقدر پر انرژی بود که اگر آدم نه تو این طبیعت کار نکنه اون
جز ضرر برای آدم چیز نداره. مردم اینجا اگر اون سرشیری که میخورن در کنارش خیلی هم فعالیت زیادی دارن و کار زیادی انجام میدن و یعنی نمیتونه خیلی خطرناک باشه. اگر هفته ای توی یه هفته هر روز آدم اینقدر سرشیری بخوره، هم چربیش و کلسترولش خیلی بالا میره و هم برای قلب خیلی ضرر داره. اما خب اینجا خیلی کار میکنن. کربلایی با 73 سال سن روزی 6 7 ساعت کار میکنه و همینطور پیاده روی خیلی زیادی توی دامنه های سبلان داره که همین باعث میشه که سالم بمونه و طول عمرشون به خاطر خوراک سالمی که دارن و همینطور تحرک خیلی زیادی که دارن یکی از دلایلش همین هست. آقا ولی پسر بزرگت کربلایی اگر اینا رو نگیره اینا همشون فرار میکنن، میخوام برن به سمت برههاشون که به برههاشون شیر بدن. اما آقا ولی اینجا اینا رو نگه داشته که اینا فرار نکنن. روی این شیرها پر از موه الان، اما به این شکل نمیمونه. تمام اینا رو از توری و صافی رد میکنن و یه شیر تمیز و پاک بهش میرسن و در نهایت میجوشوننش، از روش یه عالمه سرشیری میگیرن، همون سرشیری که من صبح خوردم و خیلی هم چرب و چیل بود، و در کنارش خامه دارن، خود شیر و همینطور دوغ و کشک و انواع اقسام پنیرها رو و فواره خیلی زیادی ازش میگیرن. بخشش رو میفروشن و بخشش خودشون استفاده میکنن، بیشتر بخش خودشون استفاده میکنن و بین بچه ها و عروس و دامادها تقسیم میکنن. کربلای قربان خسته نباشی، چند تا تالا دوشیدی؟ بله تالا چند تا دوشیدی؟ چند کیلو؟ نه چه دانه دوشیدی؟ چند تاشون رو دوشیدی؟ نه چه دانه دوشیدی؟ تقریبا آره 20 تا. 20 تا دوشیدی؟ 100 تا دیگه مونده ها؟ بله 100 تا یه خورده زیاد. بیشتر 100 تا 150 تا دیگه مونده. هر گوسفندی چند کیلو شیر میده؟ کربلای قربان هر گوسفند چند کیلو چقدر شیر میده؟ هر گوسفند تقریبا نیم کیلو کمتر میده. کمتر از نیم کیلو میده. شده بیشتر هم بده؟ بله شده بیشتر هم شیر بده؟ من بزها بیشتر میده. آها بز یک کیلو هم میده. یک کیلو شیر میده؟ بز خوب یک کیلو میده. خیلی پس با ارزشه. نه شیر بز با گوسفند خیلی فرق داره. شیر بز چرا فرق داره؟ چه فرق داره؟ شیر بز ندن کره فلان کم میده. کره کم میده. آها شیر بز چربیش کمتره، شیر گوسفند چربیش بیشتره. پس به خاطر همین کره بیشتری میده گوسفند. گوسفند 15 تا بز چند ده تا برابری میکنه. برابری. پس بنابراین ارزش شیر گوسفند از ارزش شیر بز بیشتره. شیر گوسفند خوب میشه. این عامله است؟ این چه اینجوریه شکمش؟ این چه اینجوریه؟ چرا ایشی جواب من رو نمیده؟ این چرا اینجوریه؟ چی شده این شکمش؟ آه این شکمش بزرگی آبستنه؟ عادتی رک بگویی. آها متوجه شدم. بله هاش خانم خسته نباشی. شما معمولا این کار انجام نمیدی نه؟ من اصلا بیلمرم بایین ساقماغ بیشن بیلمرم. آقای کربلایی چرا سکین خانم این کار انجام نمیده؟ یعنی نمیدوشه؟ با ماست. آی جانم میگه بدبختیاش با منه. ولی واقعیت اینه که تو عشایر شاهسوار مردا خیلی به زناشون و بخصوصا به مادرها خیلی ارزش زیادی قائلن و سعی میکنن تو اینجور کارا که یه خورده خب شاید یه خورده کثیف کاری هم داشته باشه ولی خودم سخت باشه براشون، سعی میکنن اونا رو دخالت ندن و اونا کنار وای میسن. مردا مثل الان کربلای قربان، آقا ولی، عروسشون و بچهای کوچیک اونا میان توی اینجور کارا شرکت میکنن و سعی میکنن که مادر که خیلی ارج و قرب خیلی خیلی زیادی توی خانواده‌های شاهسوارا و کلا ترک‌ها و آذربایجان‌ها داره. خانم خیلی تنبلی. ای جان نه بابا ماشاءالله یه عمر زحمت کشیده. یه عمر بچه بزرگ کرده. 10 تا 11 تا بچه درسته. شوخی داره میکنه کربلایی ولی واقعیت اینه که خیلی به مادرها و بزرگترهاشون ارزش زیادی قائلن و سعی میکنن تو این شکل کارها سعی میکنن که اونها رو دخالت ندن. در میون عشایر شاهسوار خانواده برای تک تک افراد خونه تنها یک واژه نیست، بلکه تمام وجودشونه. قانون خانواده میون شاهسوارها بسیار گرم و محکمه و چیزی به راحتی نمیتونه به این قانون گرم و محکم آسیب وارد کنه.
نقش پدر در مدیریت تمام امور در زندگی عشایر شاسوند بسیار پررنگه و معمولا حرف آخر رو در امور مهم کار و زندگی پدر میزنه. اما در این میون نقش مادر برای اعضای خانواده نقشی بسیار والا و با ارزشه و قلب تک تک افراد خونه از وجود آتش قلب مادر گرما و روشنا میگیره. Biz de sizin şadlıq istəyirik də, bundan belə siz dilə şad olasınız inşallah. Buradan işləmişik, cəmləmişik sizdən sonra, bizim sizdən sonra kimimiz var? Belə qonaqlarımıza xidmət edirik. Belə qonaqları da Allah saxlasın. در جامعه عشایری بیشک دشوارترین کارها متعلق به زنان و مادرانه. اونها صبح زود در تاریکی هنگامی که هنوز خروس‌ها در خواب ناز به سر می‌برن و با وجودی که شب‌ها به خاطر کار زیاد از همه دیرتر به خواب می‌رن بیدار میشن و پس از کار بامدادی و آماده کردن صبحانه برای افراد خانواده به کارهایی مثل شستشوی ظروف و لباس، دوخت و دوز، ریسندگی، بافندگی، تمیز کردن خونه، دوشیدن دام، پخت نهار و شام، مراقبت و تربیت بچه ها، درست کردن فراورده های شیری مثل پنیر، کشک، ماست، دوغ، سرشیر و روغن زرد و پخت نان می پردازن. مادرانی که نه تنها این وظایف سنگین رو بردوش می کشن بلکه وظیفه گرمای عشق بخشیدن به کانون خانواده رو بر عهده دارن. بیدلیلی است که جون مادر در میون عشایر ترک زبان شاهسوند به جون تک تک افراد خانواده بسته است و میونشون اشعار بسیار زیبا و عمیقی در وصف مادر سروده و خونده میشه.
gelsin laylasına kurbana. Aziz ana, can. Kekilli yıkarız uçma duvara, uçsan duvara seni tutarım. Başın keserim, perin sökerim, polo içinde seni yerim. Azadi. در تاریخ فولکلور استانهای اردبیل و آذربایجان شمار قابل توجهی از بازیهای بومی محلی با اسباب بازیهای گوناگونی دیده میشه که شوربختانه اطلاعات مربوط به اونها مکتوب نشده و هر آنچه از اونها مونده اطلاعاتیه که سینه به سینه به ما رسیده. بازیهای بومی محلی در منطقه اردبیل نشون میده که تحرک، پویایی، هماهنگی، کار جمعی و مشارکت مؤلفه اصلی بازی هاست و اسباب بازی های به کار رفته هم بر اساس مصالح و ابزارهای در دسترس بوده، تا جایی که چوب، پشم و پارچه سه ماده اولیه اکثر اسباب بازی هاست و پدران و مادران با مواد موجود در زندگی ساده روستایی و عشایری اسباب بازی هایی رو می ساختن و در اختیار کودکان خودشون قرار می دادن. در این میون عروسکی دیده میشه که زمانی تنها دوست دختر بچه های شاه سوان بوده و اسم این عروسک گلینبالاست. گلینبالا از عروسک های بومی استان اردبیله که از آداب و رسوم و فرهنگ بومی نشأت گرفته و از اون در سالهای دور به عنوان اسباب بازی کودکان در بیشتر مناطق استان اردبیل استفاده میشده. گلینبالا با تمام جزئیاتش نماد یک عروس اصیل منطقه مغانه. گلین به معنی عروس و بالا به معنی کوچکه که در کل یعنی عروسک. دست های مادر بزرگ ها با تار و پود این عروسک ها آشنا هستند. اونها برای دخترها و نواهاشون با استفاده از وسایلی ساده و ابتدایی مانند دکمه، چوب و پارچه های رنگین گلین بالا درست میکردن که نوعی سرگرمی برای خودشون و دخترانشون باشه و در واقع از این راه تجربیات زندگی خودشون رو بهشون آموزش میدادن. رنگ لباس گلینبالا معمولاً از رنگ‌های شاد و به خصوص رنگ قرمزه که جنسش معمولاً از جنس مخمل بوده و نشون از شادابی و شادیه. از رنگ‌های آبی و مشکی در لباس استفاده نمی‌کردن و چادر گلینبالا رو سفید می‌دوختن و بر این باور بودن که عروس باید با چادر سفید وارد خونه بخت بشه و با کفن سفید هم از اونجا خارج بشه. گلینبالا در بازی‌ها برای دخترها یا مادر میشه و یا نقش کودک رو بازی می‌کنه. دختر بچه ها به گلینبالا قضا میدن و اون رو به رخت خواب میبرن و میخوابونن و حتی از لباس گلینبالا تأثیر میگیرن و به نوعی اصیل ترین سرگرمی دختر بچه ها محسوب میشه و به این شکل یاد میگیرن که چگونه با مادر خودشون و یا در آینده با فرزند خودشون رفتار کنن. خوشبختانه اهمیت این عروسک موجب شد تا در نهایت در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت ملی برسه. با سطح ملی میشه ایده تولید انبوه رو دنبال کرد و علاوه بر اشتغال زایی برای صنعتگران این اسباب بازی رو به صورت گسترده به کودکان ایران زمین معرفی کرد. هرچند گلینبالا یک عروسک ساده با مصالح چوب و پارچه هست اما نماد زنان عشایره. دیگه کم کم وقت خداحافظی فرا رسیده بود و من باید از خانواده عزیز و مهربون کربلای قربان خداحافظی میکردم. خانواده ای که منو با سخاوت تمام به خونشون دعوت کردن، به بهترین شکل ممکن از من پذیرایی کردن و با محبت فراوان مثل عضوی از خانواده عزیز شمردن. این مرام و فرهنگ تمام طبیعت نشینان ایران جانه. فرهنگ و مرامی که در بین مردم جهان کم کم رو به فراموشیه. کربلای قربان، این اولین تجربه من با عشایر شاسوان بود، ولی باور کنید یکی از بهترین سفرها و بهترین تجربه های من با اقوام ایران بود. ازتون ممنونم به خاطر همه چیز. دست شما درد نکنه. قربانم. الله سرنصف. خانم چخ ممنون. خیلی ممنونم ازتون. زحمت کشیدید، باوشید. سلامت باشید. همه چیز عالی بود. خیلی زحمت دادم بهتون. خیلی زحمت. فدات عزیزم، قربونت. خیلی لطفه. ممنونم ازت. عزیز من، قربونتون برم. خیلی محبت کردی. ممنونم، خیلی محبت کردی. سلامت باشید. ان شاءالله که همیشه سلامت و شاد باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. مرسی. خیلی ممنون. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ.
زندگی در طبیعت و خو گرفتن با عناصر طبیعی باعث میشه که به همه عناصر طبیعت احترام بگذاریم. وقتی بدونیم که اگر ما قوانین طبیعت رو رعایت کنیم، همه نیروهای طبیعی در خدمت آسایش بشر هستن، اون وقت بیشتر و بیشتر به طبیعت احترام خواهیم گذاشت. نوع زندگی عشایر در دل طبیعت باعث شده که اونها عناصر طبیعی رو به شدت مورد احترام بدونن. اونها به نور، به خورشید و به آتش احترام میذارن و به اجاق سوگند میخورن. البته قسم خوردن به اجاق بین عشایر دیگه هم مرسومه. بیشک تغییر شیوه زندگی انسان به سمت زندگی صنعتی منافعی با خودش به همراه داشته. منافعی مانند آموزش، بهداشت، کار کمتر و راحت‌تر، رفاه و سرمایه بیشتر و بسیاری چیزهای دیگه. اما تغییر شیوه زندگی انسان معایبی هم با خود داشته. مصرف‌گرایی بیش از حد، اسراف، استرس، دوری از طبیعت و نابودی اون به دلیل منفعت طلبی، کم شدن ارتباطات معنوی بین آدم‌ها و کم رنگ شدن فرهنگ‌های زیبا مانند محبت، یاریگری و ایثار و موارد بسیار زیادی دیگه که دامنگیر انسان‌ها شده. شیوه زندگی عشایر ایران هم کم کم رو به خاموشیه و تغییرات بزرگی در حال انجامه که شاید از اونها گریزی نباشه. اما سوال اینجاست، آیا میشه با وجود تمام خوبی‌ها و منافع شیرین تغییر زندگی سنتی به زندگی صنعتی و پیشرفته باعث حفظ ارزش‌های زندگی‌های قدیم و حفظ خوبی‌های زندگی مدرن شد؟ من در نهایت به خونه برگشتم بدون اینکه تأثیر بدی در طبیعت و یا در زندگی و فرهنگ عشایر عزیز شاهسوان داشته باشم.